بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. یکی دیگر از روایاتی را که ممکن است مستند مدعیان خشونت باشد این روایته. ادعا کردن بعضی ها که در آغاز ظهور قتل ها و خشونت هایی هست، مستندشون این روایت است، یکی از مستندات. اگر در جلسات قبل یادتون باشد، ما یه روایتی را از امیرالمومنین نقل کردیم که در اون روایت کلمه هرجن بود، یادتون هست، و عرض کردیم که این روایت شواهد هم داره، یعنی چند تا روایت دیگر به در چند روایت دیگر همین عبارت و همین نص آمده. حالا این روایت رو ما نقل کنیم. روایت رو مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه، الان همین کتاب الغیبه دست من، مرحوم نعمانی این روایت رو به سند خودشون از امام صادق نقل می فرماد. البته روایت تقریبا یک صفحه است، ولی شاهد این عبارت است، این جمله است: یجرد السیف على عاتقه 8 اشهر. دست به سلاح میبرند، آقا شمشیر از میان میکشد و درگیر میشود با دشمن 8 ماه. یقتل هر جا، که توجه به معنی هر جا، یا قتل سریع یا فراوان. از روایت را مرحوم نعمانی از احمد ابن محمد ابن سعید، یعنی ابن عقده، او هم از یحیی ابن زکریا ابن شیبان، او هم از یونس ابن کلیب، ایشان هم از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، تکرار کنم، حسن ابن علی، یعنی فرزند ابن ابی حمزه، حسن هم از پدر علی ابن ابی حمزه، پدر هم از امام، از ابوبصیر، ابوبصیر هم از آقا امام صادق. عبارت عوض کنم: لا یخرج المهدی حتی یکون تکمیلت الحلقه. آقا خروج نمی فرمان تا اون حلقه، اون عدد کامل بشود. یا در بعض نسخه های دیگه دارد که حتی یکون فی مثل الحلقه. راوی میگه عرض کردم که قلت و کم تکمیلت الحلقه، عددی که تا کامل نشود آقا خارج نمیشود، اون عدد چقدره؟ امام فرمود 10,000، 10,000 نفر باید باشه. خب جبرائیل عن یمینه، وقت قیام حضرت جبرائیل سمت راست امام زمان است، و میکائیل و عن یساره، حضرت میکائیل هم سمت چپ حضرت است. ثم یهز الرایه، پرچم را به اهتزاز در میاره، و یسیر بها، و با این پرچم حرکت میکنه.
خب این رایه چه رایه ایست؟ باید ما اگر وقت داشته باشیم توفیق هم باشد روایات و احادیثی که درش کلمه رایه اینه ما ببینیم تا معلوم شد که این رایه چیه. این پرچمه های معمولیه، یه پارچه از به اصطلاح پنبه است، از ابریشمه، از حریره، ایناست یا نه یه چیز دیگریست. پرچمیست که اگر باز شد برافراشته شد هرگز شکست در پیروان اون پرچم و نیروهایی که زیر اون پرچم هستن هرگز شکستی ندارد. بعد فرمودن که ثم یهز الرایه یسیر بها، حرکت میفهمد با این پرچم. فلا یبقى احد فی المشرق ولا فی المغرب الا لعنها. عجب، قطعا مراد اعدا است، او دشمنهایی که ترس داشتن از ظهور حکومت عدل الهی. نمونه هاشم مالو کمرنگ دیده بودند، قیامهایی را دیده بودند، نمونه هاشو دیده بودند و می دانستن که اگر بالاخره این حکومت، حکومت اسلام روی کار بیاد، جایی برای منافقین نیست، جایی برای کفار نیست، یا تسلیم بشن یا بالاخره به سزای عملشون میرسه، چون نمونه هم از قبل دیده بودن. حالا اون به اصطلاح نمونه، حالا اون به اصطلاح جریان اصلی و اون حکومت عدل را میبینن، لذا مخالفت میکنن. حالا این پرچم چه پرچمیه؟ وهیه رایت رسول الله نزل بها جبرائیل یوم بدر. این پرچم همون پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که این پرچم را جبرائیل در روز بدر آوردن. من یک روایت دیگه قبل از اینکه تکمیل کنم روایت را برای توضیح این روایت، روایت دیگری بخوانم، کمال الدین نقل میکند از امام صادق که انی انظر الی المهدی، عبارت عوض کردم، علی ظهر النجف، گویم میبینم امام زمان را در علی ظهر النجف. فاذا استوى علی ظهر النجف، رسیدم بیرون نجف، رکب فرسا ادهم تا به اینجا، فاذا نشر رایت رسول الله، پرچم پیامبر اکرم را که برافراشت، همین که پرچم باز شد، انحط الیه 13,000 ملک و 13 13,000 و 13 ملک فرود میان با باز شدن اون پرچم. خب اینا کی هستن؟ کلهم ینتظر المهدی، اینا تو این مدت همهشون منتظر ظهور آقا بود، منتظر این لحظه بود. خب اینا کی هستن؟ اینا سوابقشون چیه؟ و هم الذین کانوا مع نوح فی السفینه، اینا یار و یاور حضرت نوح بودن. والذین کانوا مع ابراهیم الخلیل حین القی فی النار، این عدد یار و یاور حضرت ابراهیم بودن. و کانوا مع عیسی حین رفع، هنگامی که
دشمنان توطئه کردن برای قتل حضرت و خداوند حضرت را بردن به آسمان ها. اینا همراه حضرت عیسی بودن. خب این 13,000 تاست که با باز شدن پرچم میان پایین. باز ملک دیگه هست؟ بله. و 4,000 باز 4,000 دیگه هم هست. اینا کی هستن؟ اینا یاران امام حسین هست. و هم الذین بله من الذین هبطوا از آسمان آمدن پایین یریدون القتال مع الحسین آمدن زمین که در رکاب آقا بجنگن. فلم یؤذن لهم بینا اذن داده نشد. صعدوا فی الاستیوان دوباره برگشتن آسمان ها اجازه بگیرن اجازه یافتن و هبطوا و قد قتل الحسین آمدن برگشتن در حالی که امام به یاد رسیده بود. دیگه اینها بر نگشتن آسمان. منهم شعف غبر خاکالودند و یبکون عند قبر الحسین. این 4,000 همینجور هستن کنار قبر امام حسین گریانن تا که الی یوم القیامه. خب و ما بین الی آخر. این پرچمیست که اینا لوازمش. روایت رو کمال الدین جلد 2 صفحه 672 در روایتی که الان میخواستیم مشهور قرائتش هستیم میفرماید که جبرائیل و میکائیل عن یمینی و عن شمالیه پرچم همراهشونه. یهز الرایه پرچم را تکان و به احتزاز در میارد و او پرچم کیه؟ پرچم رسول الله. این پرچم است. نزل بها جبرئیل یوم بدر ثم قال. امام صادق علیه السلام شروع کرد به بیان خصوصیات این پرچم. یا ابا محمد ابو بصیر ابا محمد یا ابا محمد ما هی والله قطن ولا کتان. این پرچم پارچش از پنبه نیست، قطن از کتون نیست، ولا قز ابریشم نیست، ولا حریر حریر نیست. گفتم چیه؟ قلت فمن ای شیء این هیه؟ از چی ساخته شده؟ قال هی من ورق جن از برگ درختای بهشته. این پرچم را نشرها رسول الله یوم بدر پیامبر اکرم این پرچم را روز بدر باز کردن. ثم لفها یک بار پیامبر این را باز کرد بعد اینا دوباره کمش کردن. و دفعها الى علی پرچم را پیامبر اکرم به امیرالمومنین سپردن علیه السلام. فلم تزل عند علی توی 25 سال این پرچم دست امیرالمومنین بود حتی اذا کان یوم البصره روز بصره جنگ با فتنه‌گرا نشرها امیرالمومنین این پرچم را مولا باز کردن. ففتح الله علیه دیدید جنگ خیلی طول نکشید ساعاتی بیشتر نبود و تمام شد. دستور خدا حالا گید چرا پیامبر اکرم در جنگ دیگه باز نکرد؟ اشکال اونجا هست دستور. و ثم لفها پرچم را میگونید بعد از بصره جمع کردن. و هی عندنا این مواریث ایناست. اول نشده که از بحثی که خواهم داشت بحث مواریثه که نزد امام زمان هست خصوصیات مواریث تا اونجا که به نفر فهم قاصرمون برسه. این پرچم نزد ماست لا ینشرها احد دیگه بعد از جنگ بصره احدی از ائمه طاهرین این پرچم را باز نخواهد کرد. عبارت عوض کنم حتی یقوم المهدی تا امام زمان علیه السلام قیام کند.
فإذا هو قام نشرا، اگر قیام کردم این پرچم را باز میکنم. این علت شاید یکی از جهات یا علت این که اصلا شکستی نیست، همش پیروزیه، همش شکست دادن دشمنه. اینه همراهشون پرچمیست که شاید کنایه از حمایت بله الهی باشد. صد درصد پیروزیست. خب فإذا هو نشر، فإذا هو قام، امام علی زنگامی که قیام میکنن نشرها این پرچم را برافراشته میکنن. فلم عبارت برای بار دوم است تو عبارت، فلم یبق احد فی المشرق والمغرب الا لعنا. دشمنا اینی که میبینن چون مرگ خودشون را میبینن مطمئن میشن که دیگه بساطشون به زودی جمع میشه. لبه پرتگاه لعنه ها، بله بله رایه را یعنی از ایش قیام خوشون نمیاد. شما الان نمونه شه ببینید حکومت و جمهوری اسلامی که نفحتون من نفحات حکومت امام زمان است. نفح واضحه دیگه، واضحه. نه که همه دنیا، او کسانی که شکست خوردن، کسانی که ضربه خوردن، کسانی که دنبال عدل نیستن، کسانی که دنبال مفاسد و ظلم های خودشون هستن، اینو مانع میبینن. مخالفین چون قبلا نمونه ها شد، نه این نمونه، بلکه نمونه های کمرنگترش رو دیدند، اینا رو دیدن، حکومت این امومین رو دیدن. حالا یه اونها که مخالفت میکنن. باش نه ببینید بدبینی به اسلام این هم میتونه باشه. نه یعنی حد از همه دنیا همه مردم؟ نه چون فلم یبقن میاره این آنم که دارشی مثلا هم بسام که قبلن یه ازیدی بیرونن به اسم اسلام. نه نه برداشت فاضل معاصر اینه که مثلا سابقه بدی از پرچمای اسلام داشتن، اینو میخواد بگید. نه اینا اصلا این داعشی ها و اینا اصلا آبروی اسلام و مسلمین ها بردن، یعنی به آخره کاری کردن که خود مسلمین هم اگر میگن اگر اسلام این است ما خودمونم ولی فاصله میگیریم نخواستیم. بعید است که این معنا باشد، یعنی سابقه از داعشی ها دارن. نخه، سابقه از مظهری از مظاهر دولت اسلامی حقه را داشتن، میگن در دولت اسلامی حقه اینا جا ندارن. حکومت امیرالمومنین را دیدن، خب ببینید با امیرالمومنین چه کردن. 70,000 تریبون این آقای هم سبت ابن جوزی میگه هم سیوتی میگه 70,000 تریبون استغفر الله لعن امیرالمومنین. بالاخره امام اول عقیده ماست که امام اول، حالا نه عقیده شما امام اول نیست، امام چهارم که هست با امام چهارم اینجوری برخورد میکنن. به قول نواصب امام چهارم هم نیست، یه صحابی که هست با یه صحابی اینجوری برخورد کنن، این صحابی هم نیست. یعنی اگه همین حکومت امویین خزالهم الله اگه امروز بوده 70,000 تریبون میشه 70,000 چی؟ شبکه ماهواره. الان هم کار دارم میکنم، الان شاید مراد این باشد، لعنه ها اهل شر، یعنی مراد ظالمی هستن. دو تا روایت داره
که اصلا نمیخوان این اسکان نمیخوان حکومت حق عدل و حکومت حق نمیخوان در رأس حکومت و حاکمیت آل محمد باشن نمیخوان و الان میبینن آمده و موضع میگیرن بفرمایید به همین توجیه شماست این توجیه عرض میکنم این همون توجیه است که شما فرمودی یعنی خاطره بدی دارند ببینید این دو الان شد دو تا توجیه توجیهی که من عرض کردم این است که اینها نمیخوان در طول تاریخ اینها تلاش کردن که حکومت اهل بیت و اهل بیت رو بایکوت کنن کنار بزنن و گاه گاهی کسانی قیام کردن الروال آل محمد حضرت زید گاه گاهی کسانی به نام اینها قیام کردن و با اونها برخورد تندی کردن خب سابقه دارن وقتی که ببینن این پرچم آمده است و ظاهر شده است و امام ظاهر شده است و خب اینا مخالفت میکنن لعنه ها بالاخره عبارتون اخرای از مخالفت است با این پرچم این یک توجیه بعدی این است که شما میفرمایید لما یلقون اشاره به روایات است یعنی خاطره ولی دارن از کسانی که به عنوان اسلام آمدن همین جریان داعش ها این هم میخواد بفهمن خب از یا عباسیین مثلا یا حتی خود امویین من عرض میکنم امویین عباسیین این جریانه دیگه که امروز امتداد همون هاست یعنی به اصطلاح ظالمینی که در دنیا حکومت میکنن کار غیر از کار عباسیین امویین نیست انجام همون کار رو دارن انجام میدن یعنی خودشون هستن یعنی از کی ناراحتن نسبت به کی موضع میخوام بگم نسبت به عباسی خودشون امتداد حکومت عباسیین هستن از امویین خود امتداد حکومت امویین هستن یعنی اینا از کی ضربه خوردن از کسانی که خود که دمارمشون هستن بعید میدانیم که این توجیه بعدی را بگیم که اینا چون ضربه خوردن از داعش خودشون داعشی هستن با خیلی فرق نیست با الان بعید است که این توجیه باشه همون توجیه اول اونم به عنوان احتمال حالا اگر باز نظر دیگه دارید ما استفاده میکنیم یعنی اینا در طی قرنها بایکوت کردن تلاش کردن اهل بیت مطرح نباشن گاه گاه هم که کسانی به عنوان اهل بیت قیام کردن با خشونت تمام با اینها برخورد کردن که نباشن حالا میبینن که اهل بیت حکومت اهل بیت با قدرت وارد شده میترسن میدونن به بفره سرنوشتشون به پایان میرسه حکومتشون به پایان میرسه معنا اشاره به این است والله العالم اگر باز نظری هست بیانی هست ما استفاده میکنیم خب ولی این لعنه ها در یک روایت دو دفعه آمده الان و یسیر الرعب قدامها شهر و وراءها شهرا و عن یمینها شهرا و عن یسارها شهرا این صافا از روایاتی است که به جزئیات پرداخته امام زمان وقتی که حرکت میکنه یکی از نیروهای امام زمان رعبه آقا حرکت میکنن رعب در دل دشمن پیشا پیش لشکر حضرت تا مسیر یک ماه رعبه پشت سر نیروهای حضرت باز تا مسیر یک ماه سمت راست حضرت تا مسیر یک ماه سمت چپ این چه قدرتی است و چه قدرتی میتونه با چنین نیروی بله مقابله کنه این نیرویی که چهار طرف محاصره شده است به چه چهار طرف از این نیرو حمایت میکند رعب از این نیرو حمایت میکند هیچ قدرتی نمیتونه که با اینا طرف بشه بفهم این مفهومش اینه که شهر
تو خوب این بیان خوبی است. بعد میفهمد که ثم قال امام صادق، فرمودن که یا ابا محمد، یعنی ابو بصیر، انه یخرج موتور، موتور کسی که بالاخره به او ظلم شده است، پدر او به شهادت رسیده، انتقام گرفته نشده، والوتر موتور، اینو ببینید معنای موتور را، یکی از معانیش، 5-6 تا معناست، یکیش اینه. بعد فرمودن که غضبان، قیام، هنگام که قیام میکند غضبناک از امام زمان. چرا؟ لغضب الله عز و جل، چون خداوند عز و جل غضبناکه. اراده امام زمان جز اراده خدا چیز دیگه نیست. چون خدا غضبناک است، این چه نامه که قیام میکند؟ یقومو بالغضب، لغضب الله علی هذا الخلق، اینا چه کردن که خداوند عز و جل غضب کرده است. یکون علیه قمیص رسول الله الذی علیه یوم احد. بحث قمیص و اینها به نظرم باید اینها بحث بشه، من فقط اشاره میکنم، توضیحاتش اگر وقت باشد بعد و الله خودتون مراجعه کنید. یعقوب ابن شعیب این روایت را نعمانی نقل میکنه در صفحه 243. یعقوب ابن شعیب میگه خدمت امام صادق رسیدم، امام به مقدمه فرمود الا اریک قمیص المهدی الذی یقوم علیه، نمیخواید اون پیرهنی که امام زمان میپوشن هنگام قیام، یقوم علیه، یعنی او پیرهنه رو میپوشن هنگام قیام میکنن، او پیرهنه رو پوشن هنگام قیام. یقولتو بلا، دوست دارم ببینم. قال فدعا بقیمت ففتح صندوقچه، پیش خودشون بود، نگهداری میکرد، درخواست کرد آوردن و باز کرد امام، و اخرج منه قمیص کرابیس، یه پیرهانی که از بله پنبه بود، و نشره، پیرهان را آباز کردن، فاذا فی کمه الایسر دم، کم آستین، قسمت چپ، یعنی آستین چپ خونی بود، دم. امام فرمود هذا قمیص رسول الله، این همون پیرهن پیامبر اکرم است، الذی علیه که پوشیده بودن پیامبر اکرم، یوم ضربت رباعیته، هنگام که دندان پیشین حضرت را شکستن، و فیه یقوم المهدی، امام زمان وقتی قیام میکند همین پیرهن را به تن دارد. فقبلت الدم، خم شدم، بوسیدم اون خون و اون جای خون را، و وضعته على وجهي، رو صورتم گذاشتم، ثم طواه ابو عبد الله، امام صادق علیه السلام دوباره پیرهن را تا کردن. البته در ارتباط با این قمیص بازی بحث دیگه ای هست، آیا این قمیص پیامبر اکرم قمیص معمولی بوده یا با سابقه داره؟ این روایات رو این نکاتش دقت بفرمایید. اینجا وقتی که امام میفرماد که یکون علیه قمیص رسول الله یوم احد، پیرهن پیامبر اکرم پوشیده است، آفرین، آیا ارتباطی با قمیص یوسف دارد یا نه؟ دقت کنید، باز روایت از کافی شریف، این را در کافی شریف جلد 1 صفحه 232،
مفضل ابن عمر میگه امام صادق به من فرمودن که اتدری ما کان قمیس یوسف اذهبو به قمیسی هادا، بله این پیرهن را ببرید برای پدرم، القوه چی؟ على وجه ابی یرتد بصیر، پیرهن بندازید به صورت پدرم قرار بدید بینا میشه. بعد از سالها گریه و نابینا شدم. میدونی قمیص چی بود؟ قلت الله قال ان ابراهیم، نه سابقه داره، ان ابراهیم لما اوقدت له النار، حضرت ابراهیم هنگامی که آتش برای ایشون روشن کردن که ایشون تو آتش بندازن، هنگامی که خواستن بندازن، اتاه جبرئیل بثوب من ثياب الجنه، لباس، اگه تعبیر من درست باشد و لا تصحیح کنید، لباس ضد احتراق، اتاه بثوب من الجنه فالبسه اياه، فهمت؟ این بپوش. فالبسه اياه فلم يضر معها حر ولا برد، لباسی که پوشید دیگه نه گرما و نه سرما، هیچی داشت تأثیر نداشت. فلما حضر ابراهیم الموت، حضرت ابراهیم علیه السلام نگامی که خواستن رحلت کنن، جعله فی تمیمه و علقه على اسحاق، اینه در یه اینه که میبندن چی میگن بازو بند قرار دادن و اینو به دست حضرت اسحاق قرار دادن، علقه اسحاق على یعقوب، اسحاق هم اینو به حضرت یعقوب سپرد و به دست ایشون داشت. فلما ولد یوسف، هنگامی که حضرت یوسف دنیا آمدن، حضرت یعقوب چیکار کردن؟ علقه علیه، همونه به دست حضرت یوسف بستن، و کان فی عضده، در بازو حضرت یوسف بود. حتی اذا کان من امره ما کان، تا قضای بالاخره چاه و نمیدونم زندان و اینا همه صورت گرفت، لما اخرجه یوسف به مصر من التمیمه، یه روزه حضرت یوسف اینا از بازوش باز کرد، وقتی که باز کرد وجد یعقوب ریحه، حضرت یعقوب بله بوی پیراهن را استشمام کرد، لذا فرمود انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندو، منو متهم نکنید که بالاخره نعوذ بالله کم عقل شده از تو، عرف شده از تو، به چیزایی میگه، من استشان و کم بوی یوسف فهو ذاک، باز نکرده بود، فهو ذاک القمیس الذی انزل من الجنه، این سابقه داره. قلت و جعلت و فداک، به آقا عرض کردم که فعلا من سار هذا القمیس، حالا سرنوشت این قمیس چیه؟ دست کیه؟ قال الى اهله، به اهلی سپردش و پیداستی که وقتی که از حضرت جبرئیل بیاره بر دست ابراهیم و همین دست به دست بشه دیگه موزه ها که نیست، که دست اهلشه. عرض کردم که خب حالا کجاست؟ فرمود اند الى اهله و هو، عبارت عوض کنم، مع مهدینا اذا خرج، و همراه امام زمان است. ثم قال كل نبي ورث علما او غيره فقد انتهى الى محمد، قاعده کلی است دیگه، هر پیامبری هر چی داره، علم یا غیر علم، اینا همه به کی میرسه؟ به پیامبر. خب دنبالش هرچم نزد پیامبر هست به اهلش آل رسول میرسد و اینا هم نزد امام زمان است. خب این روایت رو ببینید، امام فرمودن که یکون علیه قمیص رسول الله، حدس بزنید، احتمال بدید که این قمیص همون قمیص که با اون سوابق
از حضرت ابراهیم شروع شد، که ایشون میفهمد که نه باز سابقه دارد. آن انشاءالله باید چی میرد ما استفاده میکنم. بعد فرمودن که این قمیصی که تن حضرت مهدی است، قمیص پیامبر است، الذی علیه یوم احد. خب روز احد پوشته بودن، جنگ احد. و امامته الصحاب، اسم امامه پیامبر هم صحاب بود، نیان صفحه بگذارم این در اثر بی اطلاعیشونه که علی ابن ابی طالب رو میگن فی الصحاب، تو ابرهاست. از این نیست، هر وقت میخواست پیامبر اکرم امیرالمومنین را بالاخره اگه تشهیر کند، معرفی کند، تشویق کند، امامشون رو سر امیرالمومنین میگذاشتن. اسم امامه چی بود؟ صحاب. یه وقت فرمودن که جا یجیئکم علی، یجا علی فی الصحاب، یعنی در حالی که امامه من سرشه. اینا چه میکنن؟ قبل و بعدش حس میکنن اگر بفهمن معنی روایت، اگه نفهمن گروه نفهمیدن. میان میگن که شیعه ها میگن که علی کجاست؟ تو ابرهاست. اصلا متوجه نیستن، روایت متوجه نیستن. اینه مثلا خلاصه همراه امام زمان، امامه پیامبر است، این موارث پیامبر دیگه، یکیش امامت که اسم صحابه است. و درع، درع یعنی زره، درع رسول الله از سابقه، زرهی که بلند بود. و سیف رسول الله ذوالفقار، پرچمه و شمشیر ذوالفقار پیامبر. تمام این روایت برای یک کلمه است، یجرد سیف علی عاتقه ثمانیه اشهر، 8 ماه شمشیر از نیام میکشه برای جنگ دشمنان خدا میره، یقتل هر جنگ. اما اولین برخورد فیزیکی، بسیار مهمه این عبارت، مختصرش میگم تفسیرش هم فردا انشاءالله، اولین برخورد فیزیکی با کیه؟ با حرامیان حرامه، کسانی که خودشون به عنوان کلید دار. اول ما یبدأ ببنی شیبه، اولین اجرای حدود، اولین برخورد با این هاست. یقطع ایدیهم و یعلقها فی الکعبه، دستاشون قطع میکنه به دیوار کعبه آویزی میکنه و اونجا مینویسد زیرش. و ینادی منادی، از طرف آقام اعلام میکنن هؤلاء سراق الكعبه، اینا حرامیان حرم و حرامیان کعبه هستن. ثم یتناول قریشا، اولین درگیری با قریشی هاست. لا یأخذ منها الا السیف ولا یعطیها الا السیف، درگیری با این هاست. لا یخرج المهدی حتی یقرأ کتابان، کتاب بالبصره و کتاب بالکوفه بالبراءه من علی. ببینید کار به کجا میرسه، تبلیغات علیه امیر المؤمنین، تبلیغات علیه اهل بیت پیامبر به کجا میرسه که اظهار براءت میشود. دو تا بخشنامه، دو تا نمیدونم اطلاعیه به عنوان تبری از امیر المؤمنین منتشر میشه. اون وقت دیگه وقت ظهور مهدی آل محمد است. و السلام علیکم.